انتقاد سفیر اتحادی اروپا از فروش سلاح و مهمات نیروهای افغان به طالبان نماینده اتحادی اروپا در افغانستان با نشر گزارش گفته است که سلاح و مهمات و دیگر تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی افغانستان به افراد گروه طالبان فروخته می شود در ارامه این نهاد آماده است که فساد در رده های بالای ارتش و پلیس افغانستان گزارش شده و بیشتر این وضعیت نگران کننده است و یکی از عوامل ناتوانی نیروهای امنیتی افغان هم همین مسئله است در این حال دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در کابل اعلان کرده است که دولت افغانستان در مبارزه با فساد با وجود چالش های عمده پیشرفت های هم داشته است یونما تاکید می کند که بهبود کنترل مدیریت امور مالی دولت باعث شده است که پیشرفت های قابل ملاحظه در امر مبارزه با فساد بیشتر شود و این دفتر بیشتر از روند تدارکاتی و بیشتر موارد دیگر هم اشاره کرده که یکی از عوامل خوشبینی این نهادن نشان میدهد در این برنامه روی از این بحث میکنیم که این دونه ها چرا دیدگاه های متضاد مطرح میکنه سفیر تادی اروپا از فساد گسترده حرف میزنه و و سازمان ملل متحد هم بیشتر از اقدامات حکومت پشتیبانی میکنه و تقدیر میکنه سلام به برنامه خط کابل خوش آمدید من امین بابک هستم و مهمانم با احمد امید میسم معاون سخنگوی ریاست تجاری و همچنین آقای خانزمان رئیس شبکه مبارزه علی فساد اداری تا دقایق بعد در برنامه با ما خواهد بود بسیار خوش آمدید آقای میسم خوی مثلا در خود به پاسخ بتین که واقعا صلاح و مهمات نیروهای افغان به طالبان فروخته میشه به نام خدا و بارد سلام خدمت شما و بینندگان محترمتان بحث مبارزه با فساد یک از تعهدات مهم رهبران حکومت وحدت ملی و متحدین بین المللی ما و مردم افغانستان است این به توافق سیاسی که مبنای تشکیل حکومت وحدت ملی است بسیار سراحت داره مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات حکومت هم ی بخش تسارت های را داشته که من خدمت شما چند نکته خلاصه می کنم اول هم اراده جدی در سطح رهبری حکومت وحدت ملی بسیار بسیار بس مهم است که هر دو رهبری حکومت وحدت ملی متحد هستند که با فساد در هر بخش مبارزه کنند خب چی کنه اراده وجود دارد که سفیر اتحادیه اروپا میگه که مهمات و صلاح نیروهای افغان به طالبان فروخته میشه و فساد در رده های اول اردو و پلیس افغانستان هم یکی از عوامل ضعف نیروهای امنیتی افغانستان میدونه ما دو گزارش معتبر دیگر خدمت شما میگم سال 2016 سازمان بین المللی شفافیت گزارش داد که افغانستان در جایگاه بهتر قرار داره نسبت به گذشته یعنی ما این وضعیت برای ما قابل قبول نیست ما متحد هستیم تلاش میکنیم رهبری حکومت وحدت ملی تلاش میکنه که در بخش های مختلف اصلاحات بیشتر بیایه و مبارزه با فساد روند جدی را بگیره اما به هر حال وضعیت ما بهتر است در گذشته افغانستان در جایگاه پنجم قرار داشت و فعلا ما در جایگاه اشتوم قرار داریم یعنی وضعیت بهتر را نشان میده شما به گزارش, گزارش کردین، یونما اما شما به گزارش سیگار هم توجه بکنین به گزارش اتحادیه اروپا هم توجه بکنین گزارش یونوما سه روز قبل شما مردم افغانستان شاهد بودن که اونا گزارش دادن که برغم چالش ها و مشکلات در حوزه مبارزه با فساد دستاوردهای حکومت افغانستان محسوس بوده همچنان ما با اجازه به چند نکته اشاره کنم به ای ایجاد مرکز عدلی و قضایی در واقع ما را به نهاد جدید هست که در به خاطر مبارزه با فسادی داری ایجاد شده و این ما کمک کرده این عملا بیش از سی دوسیه مقامات بلندپایه حکومتی در اونجا در واقع تحت تعقیب و بررسی است و اونا بدون شک مو به مو بررسی میشه و کسایی که اتهام بالای ثابت شه و آنچه که قانون حکم میکنه بالایشان تطبیق میشه گذشته از ثبت دارایی های مقامات بلندپایه حکومتی است که بیش از 95 فیصد مقامات بلندپایه حکومتی به شمول رئیس جمهور و رئیس جایب اینا دارایی را ثبت کرده و این ما کمک میکنه برای که مقامات بلند پای حکومتی اینا نتوانند دیگه دست به فساد بزنه و اجرعت داشته باشه به با دلیل ازی که شما مخالف با گزارش سیگار و گزارش اتحادی اروپا در افغانستان هستید ما دو گزارش دیگر خدمت شما کردیم کردم که خب گزارش, گزارش های معتبر مشخص است تازه های... ترین گزارش از سفارت اتحادی اروپا در کابل است که نشر کرده در مورد فساد گسترده در نهادهای امنیتی افغانستان گزارش های معتبر دیگر موجود دارد که اونا از بهبودی وضعیت در واقع صحبت کردن گزارش دادن که وضعیت بهبود پیدا کرده و همچنان شما در جریان هستین که قانونمند شدن پروسه تدارکات یک از بحث های بسیار بسیار مهم است مردم افغانستان شاهد بودن که در حکومت گذشته بیشترین فسادی که در واقع با وجود آمده بود یا با قومی پیوست و از آدرس یعنی قرارداد بود خب در مورد آ... تدارکات هم کلانترین پرسش و ها و نگرانی ها مطرست آقای شما میبینید که بس کمیته تدارکات بیشترین بس پرسش برانگیزی است که در جامعه است کمیتی تدارکات ملی عملا رهبران حکومت وحدت ملی با جمعی از مقامات بلند پای حکومت وحدت ملی در اونجا عضویت داره اونا از روند برنامه های تدارکات عملا نظارت میکنن من خدمت شما عرض کردم که بسیار بسیار نکته مهم است که امروز از سطح رهبری حکومت وحدت ملی اراده جدی و قاطع در امر مبارزه با فساد وجود داره وقتی اراده وجود داشته باشه در بالا بدون شک بالای روحی کارمندای پایین رتبه حکومت یک تاثیر مستقیم مثبت داره اگر احیانا در سطح رهبری حکومت خدای نخواسته ای راده به که لازم هست وجود نداشته باشه باز او زمان است که بدون شک در سطح رده های پایین ما ب ب ب ب چالش های جدی را در حوزه یعنی شما فساد این وجود, این وجود فساد گسترده را در نهادهای حکومتی به ویژه در دستگاه نظامی افغانستان رد میکنید بدون شک فساد گسترده به هیچ وجه وجود مستن... نداره آقای دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان چند پیش بحث وجود فساد در زمانی که سیگار گزارش خود نشر کرده بود بس موجودیت فساد در نهادهای نظامی به وجود در وزارت دفاع افغانستان پذیرفته ممکن است مشکلات و چالش های وجود داشته باشه ما مدعی از این نیستیم که همه چی 100 صد درصد خوب است و نباید انتظارم داشته باشیم ما یک جامعه در حال گذار گذار از یک وضعیت بی ثباتی ناامنی چالش ها و مشکلات به طرف ثبات به طرف یک وضعیت ایدئال که ما طرفدارش هستیم ما نمیگیم که هیچ مشکل وجود نداره ممکن است مشکل وجود داشته باشه اما آنچه که گزارش میشه گویا که فساد گسترده در سطح مقامات بلند حکومت وجود داره ما با این مخالف هستیم و ما خدمت شما عرض کردم که مقامات بلند خب بس فروش سلا بر نیروهای مخالف بس موجودیت فساد در رده های بالای ارتش و پلیس افغانستان این را شما نمی ببینید یک نکتر ما می خواهیم اینجا خدمت شما ارز کنم که یکی از تفاوتها ها در حکومت فیلی و حکومت گذشته است که در حکومت فیلی هر مقدار پیسی که به حکومت داده می شود از طرف متحدین بین المللی ما او بر اساس حساب و کتاب است یعنی اگر حکومت نتونه که با فساد مبارزه کنه اصلاحات به وجود بیاره وضعیت در به طرف بهبود سوق بده بدون شک متحدین بین مللی ما ملزم به همکاری نیست خب بین هم آقای آخ... 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 آخوی... آ... میسم بس سیگار سیگار مفتش ویژه ایالات متحده آمریکا برای باسازی افغانستان است شما سرات جنرال نیکلسن هم چند بار ش... شنیدین که در مورد موجودیت فساد در نهادهای دولتی افغانستان به ویژه در نهادهای نظامی افغانستان مطرح کردن یعنی متحدین بین افغانستان بیشتر روی فساد گسترده در این نهادها انگشت می‌گذارند ما یک بار دیگه هم تکرار میکنم که فساد گسترده به هیچ وجه وجود نداره اه اه خب اگر فساد گسترده است. وجود نداره چرا ما در یک گراف بلند جهانی قرار داریم خب ای یک وضعیتی است که در گذشته وجود داشته ما در امروز افغانستان از امروز دوچاری مشکلات نیست ما پیشتر خدمت شما یک اصل علمی را علمی را عرض کردم که ما به عنوان یک جامعه در حال گذار و روند و فرایند ما گذار زمانگیر هست نمیشه که بعد ده سال و 15 سال شما همه چی تا ایجاد کرده بود غنی و آقای عبدالله در بحث مبارزه با فساد توقو را بیشتر سوخته بود در زمان کارزار انتخاباتی آنچه بم. که توقو می رفت انجام نشد تعهداتی که سپرده شده تلاش ها صورت گرفته به یک بخش کلان از تعهدات رسیدگی صورت گرفته ما میخوایم یک مثال خدمت شما عرض کنم که یکی از مشکلات بسیار جدی و عمده حکومت افغانستان کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایت انتخاباتی بود که اینا در واقع پروسه کلان ملی را با چالش مواجه کرد و کشور را تا پردگاه سقوط پیش برد بالاخره ما تانستیم که در اینجا اصلاحات لازم را به وجود بیاریم کمیته گزینش شکل گرفت اعضای کمیته گزینیش اکثریتشان از نهادهای بیرون حکومتی بودند بدون هیچ گونه دخل و غرض سیاسیون و مقامات حکومتی اونا کارشون رو پیش بردن با توجه به خب در این موارد هم های مطلب است موضوع فساد هست. شما میگید که در سطح رهبری حکومت اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود داره اما شما از درگیری لفظی رئیس جمهور و رئیس اجرایی حتما به دارند در زمانی که آقای عبدالله اعتراض کرد آقای غنی گفت زمانی که ما بروی انگشت میگذارم با واکنش های جدی روبرو میشیم آقای عبدالله هم واکنش تندی در مقابل آقای غنی داشت و تیم آقای غنی را متهم کرد در نظام های دموکراتیک بحث مذاکره گفتگو بعضا هم انتقادات اصلاحی یک بحث بسیار بسیار معمول هست یعنی ما در کشورهای جهان نه انتقادات, انتقادات اصلاحی بلاخره. نه ای بیشتر انتقادات اصلاحی بود بیانگر یک, یک, رئیس سیس، یک فس، سیستم مفسد مافیایی بود آنچه که دو رهبر اشاره کردن آنچه که رئیس اجرایه مطرح کرد انتقادات اصلاحی بود برای بهبود وضعیت حکومت ملت افغانستان بین ما مسئولیت داریم جایی که حتی در حکومت هستیم یک بخش حکومت هستیم در بدنی اصلی حکومت تشکیل میتیم اما جایی که احساس شوه که بعضی مسائل با مردم شریک شوه و برای بهبودی وضعیت حکومت داریم او کار رئیس جایی کرده بعضا هم اگر نیاز شوه بدون شک ما گام به گام با مردم افغانستان با مشوری مردم افغانستان پیش میریم و به این معتقد هستیم که حکومت زمان میتونه که موفقانه کارهای به پیش ببره که حمایت و پشتبانی مردم با خود داشته باشه اگر حکومت از مردم فاصله بگیره با او زمان است که بدون شک حکومت با از در بخش های مختلف با چالش مواجه میشه در شرایط فعلی مردم برای حکومت وحدت ملی نشست های منظم را با رهبران مردم داره با متنفذین و بزرگای مردم داره که نشست ها است با آنها مشوره میشه رایزنی میشه به اساس مشوره از آنها ما برنامه ها را در حکومت مدیریت میکنیم پیش میبریم اینه هیچ وجه. بس به این نبوده که خدای نخواسته بنا انتقادات بسیار زننده و نه دو زمان بس بس انتقادات بسیار زننده بود بر علیه دیگر خواهی مجسم. یک یک لازم بود که رهبران حکومت وحدت ملی با توجه به شرایط که پیش آمده بود این انتقادات را مطرح کنم فعلا وضعیت بهبود پیدا کرده با اکثریت از موارد شما میگن که اکی... کنون در امر مبارزه با فساد و یا هم سرکوب مفسدین اجماع وجود دارد در بدون شک بدون شک شما شاهد بودین برای بار اول در حکومت وحدت ملی که محکمه علنی از مقامات بلندپایه حکومت برگزار گردید در سطح جندالا کسانی که مبتلا به فساد بودن متهم بودن عملا محکمه علنی دایر گردید که در اونجا تا مردم افغانستان میتونستن که شرکت ماند. اما مقرری های کنون صورت میگره آقای مایسان بیشتر اینجا قرائن موجود در مورد از اینکه حکومت واقعا اراده نداره برای مبارزه با فساد شما میبینید مقرری هایی که در این اواخر صورت میگیره و یا هم اتهاماتی که از طرف نهادهای بین المللی بر اشخاص وارد بود پیش از حکومت وحدت ملی و شما در درون حکومت جا دادین به او مامور حکومت است ببینین یک نکته را نباید فراموش کنیم که ما به عنوان یک کشوری که اقوام مختلف در اینجا زندگی میکنه یک جامعه متکثر ناگزیر هستیم که تمام اقوام افغانستان به نحوی در حکومت حضور داشته باشه که این هیچ جای انتقاد در اینجا نیست که ما در قسمت انتقاد کنیم اما مشروط بری که شایسته سالاری در اونجا رعایت شود بحث شایسته سالاری رعایت شود ما از اقوام مختلف فعلا در کابینه افغانستان داریم در سطح والی های افغانستان داریم کماندان های امنیه و قلوبرد ها داریم ترکیب قومی به این قومی... نمیشه که شما بیشتر به افراد مفسد جلوه کار در درون حکمت نه نه به هیچ وجه به هیچ فرد مفسد فرصت کاری داده نشده بلکه کسانی که متهم به فساد هستند ما خدمت شما بیشتر عرض کردم که عملا دادگاه علنی برگزار میشه از اونا بازخواست میشه اگر با اتهامشان ثابت شود بدون شک آنچه که قانون حکم میکنه بالای هر مقام و غیر مقام افغانستان و تطبیق میشه آخه مشتم آنچه که شما در بخش دادگاه های علنی گفتین و رسیدگی به پرونده های مفسدین گفتین مفسدین معلوم است مردم هم میدونن اسناد بین هم موجود است سیگار هم در مورد از آنها اسناد ارائه کرده دیده شده که اینجا بیشتر اقدامات بسیار موثر و امیدوارکننده برداشته نشد از حکومت افغانستان واقعا شما برنامه هم دارین که کار بکنین برای مفسدین اصلی که اینجا حکومت به بحران برد اصلاحات کار یک روز در روز یک ماه دو ماه نیست مبارزه با فساد بحث تحقق اصلاحات یک امر است که زمانگیر است نیاز به وقت داره نیاز به زمان داره همین که اراده بسیار قاطع و جدی در مقابله با فساد و آوردن اصلاحات وجود داره یعنی می خودش یک, یک اقدام نیک هست و آرام آرام حکومت کارش شروع کرده تا آنجا یک تا فعلا که ما پیش آمدیم در اکثریت از موارد اصلاحات به وجود آمده مکانیزم ها و ساز و سنجیده شده که از فساد جلوگیری شوه و اصلاحات لازم به وجود بیاید و ما امیدوار به هستیم که آرام آرام وضعیت بهبود پیدا کنه شما هم نباید انتظار زیر داشته باشین که با یک سال دو سال همه چیز گل شوه یعنی کار حکومت داری شما میدانین که یک کاری تدریجی و زمان بر هست تغییر در یک سیستم تغییر در یک جامعه ای زمان نیاز داره اما این وعده به مردم افغانستان میتیم که قطعا در امر مبارزه با فساد اراده جدی وجود دارد در بخش های مختلف سازوکارهای سنجیده شده که جلو از را بگیره و هر دو رهبر حکومت وحدت ملی تعهد را که از آغاز حکومت به مردم افغانستان و متحدین به ایمنلی ما سپرده با او ما متحد هستیم و بیشتر از پیش تلاش میکنیم که جلو فساد گرفته شود خب در بخش آقای مایسم دشمن با تمام قوا در برابر نیروهای امنیتی افغان می جنگه و یکی از عوامل عمده هم شما زمانی که با تلفات در گذشته به تلفات نیروهای امنیتی افغان توجه بکنین یا فتیل فروخته شده بوده یا قماندان مفسد بوده و یا هم سلاح و مهمات فروخته شده بوده در بخش گرفتاری مقامات که در نهادهای امنیتی افغانستان متهم به فساد هستند قماندان های قلورد و قماندان های دیگری که موجود است آیا کار میکنین و یا هم بدون شک هر اتهامی که نسبت به هر مقام حکومتی وجود داشته باشه او از آدرس نهادهای ادلی و قضایی پیگیری میشه و نهادهای موظف هستند که اونا به مسائل پیگیری میکنند رهبران حکومت وحدت ملی عملا هدایت میتا به نهادهای مربوطه با اونا های متواتر داره که کسانی که متهم به فساد هستند اونا پیگیری شوه و در صورت که اداب ثابت باشه صادق باشه اونا در واقع آنچه که قانون برایشان جزا تعیین کرده بالایشان تطبیق شود بسیار تشکر اخوی مرسیم از زورتان در برنامه خط کابل امشب و شما تشکر بینده عزیز همکارم پس از وقفی کوتا یک گزارش هم تقدیم شما میکنه خدا منگار. سازمان ملل متحد از پیشرفت های افغانستان در مبارزه با فساد استقبال کرد. دفتر هیئت معاونیت سیاسی سازمان ملل متحد با نشر گزارشی از پیشرفت های افغانستان در مبارزه با فساد استقبال کرد و گفت که حکومت این کشور با وجود چالش ها در این بخش دستاورد هایی دارد نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان در یک نشست خبری گفت برای بهبود آینده این کشور به مزل فساد باید رسیدگی شود و این پدیده محو گردد در این گزارش که زیر نام مبارزه افغانستان در برابر فساد میدان نبرد دیگر نشر شد، پیشرفت های افغانستان در امر مبارزه با فساد برجسته شده است. سازمان ملل متحد ایجاد مرکز عدی و قضایی مبارزه با فساد اداری بر بنیاد فرمان رئیس جمهور را گامی مهم در بخش مبارزه با فساد خوانده است به با باور یونما این مرکز با داشتن پلیس و بخش های سارنوالی متعهد و محاکم ابتدایه و استیناف یکی از اجزای اصلی در مبارزه افغانستان علیه فساد می باشد رسیدگی به با قضایای مربوط به فساد بر مبنای قانون فعلی جزا پولشویی تخریب و یا فروش آثار فرهنگی و تاریخی جرایم در برابر امنیت داخلی و خارجی استخراج غیر قانونی معادن و غصب زمین را سازمان ملل از صلاحیت این مرکز انوان کرده است. سازمان ملل متحد برخی پیشنهادهایی را بر اساس میارهای جهانی در مورد اینکه دولت چگونه می تواند با کمک دوامدار مردم و جامعه بین المللی دستاوردهای مداوم داشته باشد ارائه کرده است رئیس یونما گفت آرزوی قلبی من است که پیشرفت هایی که تاکنون در بخش مبارزه با فساد صورت گرفته است و پیشنهادهای مندرج این گزارش من حیث خط مشه برای دستیابی به انسجام و هماهنگی بهتر در پالیسی های مربوط دولت ممد واقع گردد با باور نماینده خاص سازمان ملل متحد فساد هنوز هم مانع اساسی در برابر صلح و رفاه دراز مدت در افغانستان باقی مانده است و مبارزه با فساد به پلانگذاری دقیق و هماهنگی مستمر نیاز دارد و انتظار می رود که پلانهای ملی مبارزه با فساد که تاکنون تدوین نشده است تدوین و تطبیق گردد. رئیس یونما گفت ایجاد شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه با فساد از گام های اساسی حکومت افغانستان در برابر مبارزه با فساد است. اما تاکید کرد که هنوز هم به هماهنگی قویتر در سطح عملیاتی نیاز است. به باور سازمان ملل متحد ایجاد یک نهاد مستقل که برنامه های مبارزه با فساد را تهیه و تطبیق کند، یکی از تعهدات اصلی حکومت تحت کنوانسیون ملل متحد در مورد مبارزه علیه فساد می باشد که تا کنون عملی نشده است. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین الملل افغانستان که در سال 2015 در مبارزه با فساد رتبه سوم را با 11 امتیاز داشت در سال 2016 با گرفتن 4 امتیاز پنج رتبه صعود کند و با داشتن 15 امتیاز در جایگاه هشتمین کشور آلوده به فساد در بین 180 کشور جهان قرار گیرد